بنابراین شما در دوره‌ای که مثلا از ابوشکور بلخی یا بگیم ابو حفص ثقلی یا اینها آغاز میشه، اینها اگر ازشون میپرسید شما اهل ایران هستید، نمیتونستن به شما چه جواب بدن. مثل اینکه امروز من بگید شما اهل فارسی هستید، برای من این مفهوم نداره. من اهل مملکت ایران هستم، من ایرانی فارسی زبان امروزی قرن 21. این است که او میگفت یا به فردوسی میگفت من اهل توسم، یکی بلخی بود، یکی بخارایی بود، یکی غزنوی بود و یکی هروی بود، اهل هرات بود. اینها با شهرها خودشون رو تعیین هویت میکردن، ولی خب زبان فارسی در منطقه وسیع، بسیار وسیع تر از ایران امروزی بود. هنوز هم زبان فارسی یک زبان بین المللی است. درسته که زبان ایران هست البته، ولی در ایران اولا زبانهای دیگری هم هستند که باید قدرشون رو شناخت و ارزششون رو به جای خودش داشت. و ولی در شمال افغانستان زبان فارسی با لهجه دری رایج هست. در آسیای میانه تاجیکستان رو داریم و دو شهر عزیز سمرقند و بخارا رو که فارسی زبان هستند. در خارج از این منطقه ها ما درگیری تاریخی هند رو با زبان فارسی داریم که یک دوره 800 ساله رو در بر میگیره. و من بارها وقتی که با همکارانی که مورخان یا ادبیات شناسان هندی هستند صحبت میکنیم، بحث ما بر سر این است که شما تاریخ هند رو نخواهید دونست مگر اینکه از سر روایت هایی که انگلیسیان پرداختند برای تاریخ شما بگذرید و به هند فارسی زبان رجوع بکنید. معذرت میخوام. خواهش. ما الان داریم بحث درباره تفاوت تاریخ ادبیات فارسی و تاریخ ادبیات ایران میکنیم. با توجه به توضیحات که شما فرمودید، پس بنابراین من میتونم اینجوری نتیجه بگیرم که اصولا تاریخ ادبیات ایران غلطه، آنچه که درسته تاریخ ادبیات فارسی است. در یه دوره هایی البته درست، اگر امروز بگیم تاریخ ادبیات ایران، چون در ایران یک ادبیاتی نوشته میشه و یک ادبیاتی پدید، ولی آقای ولی به زبان فارسی است. به زبان فارسی، ولی این شاعران درخشانی که الان در افغانستان دارن کاملا درست میگن و ما باید قدرشون رو بدونیم. منتها جزء تاریخ ادبیات ایران قرار میگیرن؟ نه نه، تاریخ ادبیات افغانستانی که اونم به زبان فارسی به لهجه دری نوشته میشه. آیا این نور نمیشود گفت ادامه تاریخ ادبیات فارسی است در واقع؟ چرا بگیم ادامه؟ حالا این نه، یعنی تاریخ ادبیات فارسی دیگه. بله زبان فارسی است. ببینید منظورم اینه که 20 سال دیگه وقتی که دارن نگاه میکنن به امروز، شعر مال کدوم شاعره که میگه پیاده آمده، محمد کاظم کاظمی، کاظم در نفس گرم جاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت، تلسم غربتم امشب شکسته خواهد شد و سفره‌ای که تهی بود بسته خواهد شد و در حوالی شب‌های عید همسایه صدای گریه نخواهی شنید. همسایه بسیار درخشان. بله خب این در افغانستان زندگی میکنه این شاعر، در مشهد زندگی میکرد که میشد حالا بلیبه. ولی به هر حال افغان است و ساکن افغانستانه، طبعی افغانه و اصلا شهروند افغانستان اگر بشود گفت که شهروند. ولی امروز ما داریم درباره آینده ای صحبت میکنیم که همینطور که ما داریم به دوره صفوی نگاه میکنم به امروز. بله. تاریخ ادبیات فارسی ما میگیم. بله غلط بعدن غلط یعنی شاملو در این فریم در این قاب قرار میگیره، نمیدونم فلان شاعر تاجیک هم قرار میگیره، فلان شاعر افغان هم قرار میگیره. کاملا درسته. تا اونجایی که من شاملو زبان عربی شعر نگفته، به زبان ترکی هم نگفته، بنابراین زبانی که شعر میگه تفاوتش با تاریخ ادبیات ایران است منظورم. ها بله ببینید، یعنی میخوام بگم امروز هر دو عبارت درسته، ولی هر دو عبارت محمد کاظم کاظمی رو در بر نمیگیره. تاریخ ادبیات فارسی محمد کاظم کاظمی و فرزانه خجندی و بازار صابر و گل رخسار صفیه‌وار شاعران تاجیک رو در بر میگیره، تاریخ شعر ایران در بر نمیگیره. این مشخص. درود بر شما. اجازه بدین که همینجا که شما درباره سلسله های حکومتی در ایران گفتین، از تاریخ شروع کردیم، اشاره کردیم به تاریخ چه زندگی بله. شما باز برگردیم، من میخوام به پرچم ایران بپردازم. بله. همینجا جاشه که چون دوباره باید برگردیم. بحث خیلی زیادی است که پرچم ایران پرچم شیر و خورشید نشان است. بعضی میگن نه پرچم ایران هیچ مشخصی وسطش نداره، همون پرچم سرنگه، هیچ نشانه ای نداره. و پرچم جمهوری اسلامی ایران هم که به عنوان دولت رسمی ایران ثبت شده در سازمان ملل این شکلی است که میدونیم همه نقش الله رو داره. نقش الله رو داره.
ببینید با یک بر میخوردم داشتم درباره همین پرچم، چون میگم در خارج از کشور بینندگان عزیز میدانن که بحث پرچم خیلی خیلی بیش از داخل کشورتون، چون تنوع فکری گروه های مختلف سیاسی فرهنگی حتی در خارج از ایران خیلی بیشتر از ایران تمرکز دارن اینجا و در نتیجه برخوردهای فکری هم خیلی زیاده. درباره این پرچم من داشتم چیزهای مختلف رو نگاه می‌کردم، دوستی به من گفتش که بذار من برات چیزی رو که از محمد علی جمالزاده قصه نویس به دستم رسیده برات بفرستم، اینو یه نگاهی بکن و اگر ما بتونیم الان نشون بدیم بر صفحه تلویزیون که بینندگان عزیزم ببینن اینها رو، پنج پرچم متفاوت است که آها ببینین این یه پرچمه که جمالزاده میگوید که من این پرچم ها رو در موزه در دانمارک دیدم. بله. که این یک پرچم ایرانه که کنارش نوشته ایران، این یکی پرچم دیگری است بزرگتر که پهلوی این نوشته شده بیرق شاه. همه این پرچم ها متعلق به زمان صفوی است ظاهره. بله. و این یکی بیرقی است که پهلوی آن این نوشته جمالزاده است، پهلوی آن یعنی نصر اوست، همینقدر نوشته شده ایران. بله. ببینید باز به چه شکله. بله. و بعد این یکی بیرق تجارتی نوشته شده کنارش. بله. که فقط یک شیره و دورش هم یه همچین حالت نمیدونم شاید بشود گفت، و این تنها شکلی است که شبیه به پرچم شیر و خورشید، منتها فقط شیر و خورشیدش هست، نه اون سرنگی که هست و نه شمشیر هست، شمشیر هم نداره. شیر در این بیرق ستاره پر اشعه‌ای دارد، این هم باز نوشته محمد علی جمالزاده است. این پنج نوع پرچمی که اون موقع بود است، این دعوای پرچم خلاصه از نظر شما چیست؟ بله همینطور که شما میگید، خب این یکی از علتهاش این است که مردم تعلقات سیاسی خودشون رو از راه نمادی به نام پرچم به نمایش میگذارند دیگه. امروز مثلا در میان ایرانی های ساکن آمریکا، مقیم آمریکا، گرایش های سیاسی متفاوتی وجود داره از شما که البته پنهان نیست. بعضی ها که شاید هنوز تعلق خاطری به دوران سلطنت دارند، همون پرچمی رو که در اون روزگار پرچم رسمی مملکت ایران بوده، یعنی پرچم سرنگ با نشان شیر و خورشید، رو بیشتر میپسندند. بعضی دیگر، حالا مجاهدین هم در طول این سالها عوض کردن و امروز اونها هم پرچم شیر و خورشید رو قبول کردن به عنوان پرچم سازمان خودشون. پرچم جمهوری اسلامی هم که هست و اون نقش الله رو داره. اولا صحبت پرچم نیست، برای اینکه اون سرنگ سبز و سفید و سرخ موضوع نزاع گروه های مختلف نیست، فقط نشان میانه پرچم است. بحث های مختلفی ارائه میشه، بعضیا به پرچم شیر خورشید میگن پرچم ایران، یعنی در حقیقت همیشه و هماره ایران، و بعد به پرچمی که نقش الله داره میگن پرچم جمهوری اسلامی. و بعد اصلا این بحث میشود که پرچم شیر خورشید، یعنی این چیزی که الان دیدیم بر صفحه تلویزیون با شمشیر، حالا یا بی شمشیر، پرچم شیر خورشید نشان این پرچمی بوده است که همیشه پرچم ایران بوده. آیا این درسته یا غلط؟ همیشه که نه. اگه منظورت از همیشه چیست؟ الان شما یعنی در 2500 سال گذشته. نخیر. در عرض 2500 سال ما هیچ یک پرچم یگانه نداشتیم، هرگز. اصلا اولا هخامنشیان و اشکانیان که حتی مملکت ایران رو هم اونا امپراتوری هخامنشی بودن، یا حکومت‌های محلی پارتیان به زبان‌های غربی به اشکانیان به قول ما بود، اشک‌ها حکومت می‌کردند. از زمان ساسانیان بود که تعلق خاطر به نام ایران پیدا شد و هویتی به نام ایران به وجود اومد. به این موضوع رو استاد گنیولی در ایتالیایی در کتاب به نام دی آیدی آف ایران نوشتن و خیلی هم کتاب مفیدی است، به همه توصیه می‌کنم این کتاب رو. بعد که البته اعراب و مسلمان به ایران میان، حکومت‌های محلی تشکیل میشه و هر کدام با پرچم‌های متفاوت خودشون. پرچم هم در اون زمان به معنای نماد یک قوم نبوده، فقط در جنگ‌ها به دست می‌گرفتن که معلوم بشه سپاه خودی کجاست و سپاه بیگانه کجاست. این است که پرچم نقش نشانه‌ای رو داشته که سرباز بدونه باید زیر به کدام جنبه پیونده در اون گیر و دار جنگ.